اقتصاد توجه. هفته پیش یه سری به فیسبوک زدم و داستان پیرزن 100 ساله‌ای رو خوندم که هیچ وقت اقیانوس رو ندیده بود. بعد یه متنی در مورد این خوندم که 8 راه برای فهمیدن این که متولد دهه 90 میلادی هستم چه چیزایی هن. بعد 11 گام برای خرید عاقلانه تر تو بلک فرایدی رو خوندم. مطالبی به شدت نامربوط به هم دیگه. در حال حاضر زندگیمون اینجوری میگذره. جریانی ثابت و بیپایان از زباله های بیپایان و مندرآوردی که به سرعت لمس کردن صفحه گوشی از برابر چشمامون میگذرن و به مغزمون میرسن. ماه پیش کیم کارداشیان اینترنت رو منفجر کرد. منظور از اینترنت رو منفجر کرد اینه که یه عکس فتوشاپ شدش روی جلد یه مجله چاپ شد. البته چون عکس کیم بود این عکس هزاران میلیون بار منتشر شده بود. این در حالی بود که بزرگسالا با خنده به مسخره بودن اون نگاه میکردن و نوجوانا بهش ریز ریز میخندیدن. رسانه ها ناگزیر به بی کلاس و بی ارزش بودن عکس پرداختن و بعد مردم به رسانه ها اعتراض کردن که چرا به این زن که هیچ کار مفیدی تو زندگیش انجام نداده و فقط تو خانواده پولدار به دنیا اومده و با رپرها ازدواج کرده اینقدر تو رسانه ها بها داده میشه. بعد یه عده دیگه به این اشاره کردند که انتقاد از رسانه ها برای صحبت درباره کارداشیان فقط باعث جلب توجه بیشتر به اون و بهتر شدن جایگاه اجتماعیش میشه. تو اینترنت این افراد ضعیف مورد تهدید و فحاشی هم قرار میگیرن. بعد این افراد ضعیف تصاویر خندداری از کارداشیان درست میکنن و مردم هم میخندن و به زندگی خودشون ادامه میدن و به همین دلیله که کارداشیان هنوزم مشهوره. در مجموع کارداشیان نماینده تمام چیزایی که به خاطر اونها از فضای مجازی متنفریم. مطالب پست و بیمفهومی که از نگاه کردن به اونها بیزارین اما به دلایلی نمیتونید بهشون نگاه نکنید و چون کسی قدرت نگاه نکردن به اونها رو نداره این مطالب بیمفهوم مثل آتش هی بیشتر و بیشتر پخش میشن و زنجیره آنلاین از موضوعات اجتماعی رو ایجاد میکنن. جایی که در اون افراد فضول و احمق 12 دقیقه در مورد موضوعی بحث میکنن یا اون رو مسخره میکنن تا موضوع جدیدی پیش بیاد. در مجموع 3 نوع شکایت عمده از فضای مجازی وجود داره. 1. فضای مجازی همه ما رو خودشیفته و توخالی کرده. 2. توانایی ما برای ایجاد روابطی معنادار رو از بین برده و از قبل تنهاتر شدیم. 3. با ایجاد عدم تمرکز توانایی ما برای انجام کارهای مهمتر رو به خطر انداخته. جالب اینجاست که بعد از تحقیقات زیاد معلوم شده که هیچ کدوم از اینها کاملا صحیح نیست. فضای مجازی لزوماً موجب خودشیفته شدن مردم نمیشه. فقط به افراد خودشیفته برای پرورش خودشیفتگی در مقابل گروه وسیع‌تری از مردم فرصت بیشتری میده. همچنین این موضوع به تعداد افرادی که با اونها احساس صمیمیت میکنیم و به میزان صمیمیت با اونها هم ربطی نداره. فقط میزان ارتباطات عادی و کیفیت تعاملات اجتماعی رو افزایش میده و در حالی که فناوری موقعیت‌های بیشتری فراهم میکنه در همون حال فضایی بهتر برای تبادل اطلاعات، ابزاری برای همکاری و موقعیت‌هایی برای ساماندهی ارتباطات فراهم می‌کنه. چیزی که می‌خوام بگم اینه که جمله اینترنت ما رو تباه کرده یه دروغ بزرگه. این احتمالاً به دلیل استرسیه که اختراع هر فناوری جدیدی با خودش به همراه داره. وقتی تلویزیون و رادیو اختراع شدن خیلی از مردم شکایت می‌کردن که ذهن مردم رو شستشو میده. وقتی مطبوعات چاپی اختراع شد مردم فکر میکردن این موضوع توانایی باشکوه صحبت کردن رو نابود میکنه. شکایت درباره نابود شدن ذهن کودکان توسط فناوری به اندازه خود فناوری قدمت داره. فناوری مدرن ما رو تغییر نمیده، جامعه رو تغییر میده. این دوتا با هم فرق میکنن. اولی چیزیه که ما هستیم، دومی چگونگی واکنش ما به اتفاقات جهان اطرافه. عصر فضای مجازی در حال دگرگون کردن پایه‌های اقتصاد روزمره زندگی ماست. اون رو عمیقاً تغییر میده و یه جوری هم تغییر میده که شاید خیلی از ماها متوجهش نشیم و
جالبه که افرادی مثل کیم کارداشیان هستن که از این تغییر استفاده میکنن. اگه تا به حال تو کشوری واقعا فقیر بوده باشید یا با افرادی که در فقر مطلق رشد کردن برخورد داشته باشید، متوجه میشید که چقدر درباره غذا صحبت میکنن. غذاهای مورد علاقه شون، چیزی که قرار آخر هفته بخورن، چه غذایی رو دوست دارن و چه غذایی رو دوست ندارن و الی آخر. بیشتر زندگی و مکالمات این افراد حول محور غذاست. دلیلش هم خیلی ساده است: کمبود غذا. ترجیح توت فرنگی به پرتقال اهمیت زیادی پیدا میکنه زمانی که به سختی میتونید هر کدوم از اونا رو تهیه کنید. اما تو فرهنگ جهان اول که غذا فراوونه، صحبت درباره غذا در بین مردم خیلی سطحیه و معمولاً در عرض چند دقیقه به پایان میرسه. در تاریخ بشریت بیشترین کمبود اقتصاد زمین بوده. زمین حاصلخیز محدودی وجود داشت که موجب میشد میزان محدودی غذا وجود داشته باشه و چون میزان محدودی غذا وجود داشت، نگرانی و چالش‌های روزمره اقتصاد درباره زمین بود. اکثر مردم با فکر کردن به زمینی که باید روی اون کار کنن، محصولی که میخوان پرورش بدن و انتظار چه محصولی رو داشته باشن، وقت خودشون رو میگذروندن. خوراک همیشه اولویت اول ذهن بشر بوده. در نهایت وقتی انقلاب صنعتی اتفاق افتاد، زمین دیگه کمیاب نبود، چون ماشین‌آلات صنعتی بیشتر از نیاز هر شخصی غذا تولید میکردن. حالا کمبود نیروی کار مطرح بود. به افراد آموزش دیده نیاز بود که ماشین‌آلات صنعتی رو که کارهای جدیدی انجام میدادن هدایت کنن و شما پول در بیارید و ثروتمند بشید. بنابراین چند صد سال اصل طبقه بندی جوامع نیروی کار بود. کسی که برای او کار میکنید، میزان درآمدی که دارید. بعد تو قرن بیستم تولیدات به قدری زیاد شدن که هیچ کس نیاز و توان خرید همه محصولات رو نداشت. کمبود جدید تو جامعه دیگه زمین یا نیروی کار نبود، حالا کمبود دانش بود. مردم با حقوقی که می گرفتن انتخابای زیادی برای خرید داشتن، اما نمی دونستن چی رو باید بخرن. بنابراین بیشتر وقت روزمره خودشون رو برای پیدا کردن بهترین خمیردندون، کارایی که فر اجاق گاز انجام میده و چگونگی خرج کردن پاداش خودشون تو تعطیلات صرف میکردن. به این ترتیب تبلیغات و بازاریابی به وجود اومدن و در جامعه ما حکم فرما شدن و با این هدف به کار گرفته می شدن که حاوی اطلاعات مهمی هستند که مردم برای تصمیم گیری درباره تخصیص منابع مالی خودشون ازش استفاده کنن. و اما این درست همون نقطه‌ایه که اینترنت و تلفن‌های هوشمند همه چیزو به هم ریختن، یا در واقع نقطه‌ای که در همه چیز اختلال ایجاد کرد. با ظهور اینترنت دیگه کمبود اطلاعات اولویت جامعه نبود. در حقیقت در حال حاضر اینقدر اطلاعات در دسترس هست که نمیدونیم باهاشون چیکار کنیم. اگه بخوای درباره محصولی جدید اطلاعاتی به دست بیارید، میتونید تو عرض 10 ثانیه به مقالاتی تو ویکی‌پدیا یا 500 بررسی مختلف تو سایت آمازون دسترسی پیدا کنید. اگه مطالب جدیدی درباره فرایند فتوسنتز میخواید، در عرض چند دقیقه تو دسترستونه. اگه میخواید فهرست تمام بازیگرایی رو که کوین اسپیسی با اونها همکاری کرده ببینید، در کسری از ثانیه مقابلتونه. دیگه کمبود در جهان امروز دانش نیست، الان دیگه وفور دانشه. کمبود جدید در عصر اینترنت توجهه. از اونجایی که حجم زیاد اطلاعات در جامعه جوریه که تحلیل یا فهم اون برای هر کدوم از ما غیر ممکن شده، اولویت جدید اقتصاد توجهه. الان داریم تو اقتصاد توجه محور زندگی میکنیم. به همین علته که هر روز با 3000 تا پیام تبلیغاتی بمباران میشیم. به همین علته که تبلیغات سطحی و مزخرف شدن. چون دیگه هدف از تبلیغات دادن اطلاعات نیست، بلکه جلب توجهه. و به همین علته که فضای مجازی مملو از سرتیتر مقاله های مزخرفی مثل فکر میکردم قراره بمیرم اما باور نمیکنی چطور این خرس قطبی جونم رو نجات داد،
و وقتی روش کلیک میکنید شما رو به زنجیره ای از تصاویر متحرک احمقانه و ویدیوهایی هدایت میکنه که هیچ ربطی به خرس قطبی ندارن و به جای اون وسط تبلیغات طبقه بندی شده گرفتار شدید. به همین دلیله که سیاست کمتر به مسائل واقعی سیاسی میپردازه و بیشتر درگیر رفتارهای دراماتیک طراحی شده ایه که هدفشون جلب توجه مثبت یا منفی هنرمندا و احزاب سیاسی مختلفه. به همین علته که کیم کارداشیان مشهوره. یک دهه شهرت، اونم فقط به یه دلیل. خودتون دلیلشو حد زدید. شهرت به این دلیل که مشهوره. این زن هیچ کار مثبتی برای بشریت انجام نداده، ولی تو عصر توجه به درجه استادی رسیده و همه این مطالب رو خیلی خوب میدونه. کیم کارداشیان نابغه است، نه نابغه از نوع اینشتین، نه حتی از نوع نابغه‌هایی که معادلات چند مجهولی رو تو ذهنشون حل میکنن اما بند کفششون هم نمیتونن ببندن. نه، اون نابغه است، دانشمنده، چون در مرکز توجهه. همون جور که یه نابغه مبتلا به اوتیسم میتونه 2318 تا خلال دندون پخش شده روی زمین رو فقط با نگاه کردن به اونا بشموره، کیم کارداشیان هم میتونه توجه ده ها میلیون انسان رو فقط با ظاهرش جلب کنه. کیفیت چیزی که توجه به اونها جلب میشه هیچ اهمیتی نداره. چیزی که اهمیت داره خود توجهه. میلیون ها چشم هر جا که میره دنبالشن و اون از این موضوع استفاده میکنه. اون از نرم افزارهایی که هیچ کاری انجام نمیدن و برنامه‌های تلویزیونی که هیچ چیزی نشون نمیدن میلیون‌ها دلار درآمد کسب میکنه. وقتی تو رستورانی حضور داشته باشه به اون رستوران این امکان رو میده که به ازای هر نفر 2500 دلار ورودی دریافت کنه. اون فقط با حضور در مکان‌های عمومی درآمدی بیشتر از برنده‌های جایزه نوبل کسب میکنه. مجله فوربس درآمد سال گذشته اون رو 28 میلیون دلار ارزیابی کرده. البته ثروتمند و معروف کردن افراد احمق تو فرهنگ ما کار جدیدی نیست. اقتصاد توجه باعث تشدید این مشکل شده اما اون رو ایجاد نکرده. اما وقتی اقتصاد توجه رو تو بقیه جنبه‌های زندگی به کار می‌بریم به مشکل می‌خوریم. چطور اقتصاد توجه موجب تشدید افراط‌گرایی می شود؟ فضای مجازی نمونه ای از اقتصاد توجهه، چون برای کسب درآمد کاملاً به توجه چشم‌ها و کلیک‌ها متکیه. برای این کار الگوریتمی رو طراحی کردن که جالب‌ترین و جذاب‌ترین اطلاعات تو فضای مجازی رو بهتون نشون میده. اگه صفحه اصلی شما تو فضای مجازی پر از اخبار عادی روزمره بود، دیگه به اونا توجه نمی کردید. اما در عوض فیسبوک جذابترین حوادث شبکه اجتماعیتون رو به شما نشون میده. صرفاً به این دلیل ساده که حوادث جذاب توجه شما رو جلب میکنن. این موضوع نه تنها بر درک ما از جامعه تأثیر زیادی میگذاره، بلکه بر درک ما از زندگی شخصی هم تأثیر گذاره. یک، اگه اینطوری به نظر میرسه که الان همه دارن ازدواج میکنن یا بچه دار میشن یا سفرهای فوق‌العاده به سراسر جهان میرن یا کارهای باحال و جذاب و سرگرم کننده انجام میدن، صرفاً به این دلیله که ما به این رویدادها خیلی بها دادیم. خب واقعاً اینطور نیست که افراد تمام وقت لحظات فوق‌العاده‌ای رو تجربه میکنن، ولی چون همیشه لحظات خوبشون رو به دیگران نشون میدن، اکثر ما احساس کمبود میکنیم که یه چیزی تو زندگیمون کمه، در حالی که به شدت بر زندگی مجازی همسن و سالامون تمرکز کردیم. دو، اقتصاد توجه به افراد خودشیفته و با اعتماد به نفس پاداش میده، چون میتونن جلب توجه کنن. بنابراین به نظر میرسه همه افراد سطحی تر و خودمحورتر شدن، در حالی که در واقع الان فقط بیشتر از قبل در معرض خودشیفتگی دیگران قرار گرفتیم. سه، تو سیاست احمقانه ترین و افراطی ترین دیدگاه ها بیشترین بازخورد رو دارن، چون خاصن و بیشترین میزان توجه رو جلب میکنن. بنابراین به نظر میرسه جهان به گه کشیده شده، در حالی که الان فقط بیشتر از قبل در معرض افرادی قرار گرفتیم که دنبال حاشیه و شلوغکاری هن. چهار،
تهدیداتی مثل بیماری ایبولا و تروریسم به موضوعات حساس‌تری تبدیل شدن، نه به این خاطر که واقعاً تهدیدآمیزترن، بلکه به خاطر شدت و میزان توجهی که به خودشون جلب میکنن. احتمال اینکه توسط کوسه خورده بشید یا بر اثر برخورد سائقه بمیرید خیلی بیشتر از اینه که تو حمله تروریستی کشته بشید. احتمال اینکه امسال به خاطر آنفلانزا بمیرید خیلی بیشتر از اینه که به دلیل ایبولا بمیرید. با این حال تو فرهنگ ما جا افتاده که جهان به طور قریب الوقوعی در مرز نابودیه. 5. رویدادهای بی هدف اما احساسی مثل مصاحبه‌های اختصاصی، گاف‌ها، سوتی‌های افراد مشهور که کارهای احمقانه مختص افراد مشهور رو انجام میدن و طوری رفتار میکنن که انگار نسبت به وظیفه واقعیشون وظیفه اجتماعی سنگین‌تری دارن، فضای مجازی رو پر کرده. اگه فردا کیم کارداشیان با ماشینی تصادف کنه و بمیره، مطمئنم تو رسانه‌ها و تلویزیون عزای عمومی اعلام میشه. اما آیا واقعا دل کسی واسش تنگ میشه؟ آیا زندگی کسی تغییر خواهد کرد؟ احتمالا نه. در حقیقت احتمالا فقط کانیه وست واسش یه آلبوم پرفروش بده بیرون. اگه به تمام شکایتهایی که از فضای مجازی، تلفن‌های هوشمند و اینترنت میشن نگاهی اجمالی بندازیم، میبینیم اکثر شکایتها به یه مورد ختم میشن: توجه. مردم دیگه محدوده ی توجه ندارن. مردم دیگه به چیزی که مقابل چشماشونه تمرکز نمی کنن. مردم دیگه سر میز شام با هم حرف نمی زنن. مشکل اینجاست که تو اقتصاد توجه، معطوف شدن توجه یه فرد به 8 علاقمندی متفاوت از طریق 23 دوست مختلف به صورت روزمره امری اقتصادی تلقی میشه و چون توجه کمی به موضوعات مختلف می کنیم، مهمترین مهارت زندگی یعنی تمرکز رو از دست میدیم. تمرکز تو طولانی مدت باعث موفقیت میشه. تمرکز به روابط احساسی عمیق‌تر و پرمعناتر منتهی میشه. تمرکز مشخص میکنه چطور در چیزی پیشرفت کنیم. با این حال هنوز اقتصاد کنونی ما رو به پرهیز از تمرکز سوق میده. هی، ویدیوی اون یارو رو دیدی که از رو موتورسیکلت میپره رو ماشین؟ خیلی باحاله. بگذاریم. داشتیم راجع به چی حرف میزدیم؟ تمرکز. عصر جدید مشکل توجه رو به وجود آورده، نه مشکل خوشبختی یا خودشیفتگی یا تنهایی. و همونطور که منتقدان فناوری اشاره میکنن، این موضوع قرار نیست از بین بره، بلکه فقط روز به روز بدتر و بدتر میشه. مزیت‌های پنهان اقتصاد توجه. اقتصاد توجه بستر مناسبی برای مزیت‌های اجتماعیه که اکثرشون همون لحظه برای ما مشهود نیستن. برای مثال افشاگری جدیدی که بیل کازبی به احتمال زیاد متجاوزه. اون مردیه که دهه ها الگوی مردم بوده و خیلی هم تو این زمینه موفق بوده. به سراسر کشور سفر میکرد و برای مردم درباره ارزش ها و مسئولیت ها سخنرانی میکرد. زنها سالها اونو متهم به تجاوز میکردن. با این حال این اقتصاد توجه بود که در نهایت به این اتهامها اجازه داد به صورت فراگیر راهی به اعلان عمومی پیدا کنن. قبل از وجود اینترنت موضوعاتی مثل تعرضها، تبعیض‌های نژادی یا مبارزات شکست خورده علیه مواد مخدر همه و همه موضوعاتی انتزاعی بودن که به رویارویی واقعی با اونها نیازی نبود. اینا موضوعاتی افسانه‌ای در مناطقی دوردست بودن که کاری با ما نداشتن. اما فناوری‌های جدید این موضوعات رو بارها و بارها جلوی چشمامون می‌گیرن، خواه دوست داشته باشیم خواه نه. تعرض‌ها اتفاق می‌افتن و اکثر مجرمان اونها مجازات نمی‌شن. سیاه‌پوستام انسانن و لایق این که با اونها مثل سایر انسان‌ها برخورد بشه. مبارزات مواد مخدر شکستی وحشتناکه و مواد مخدر زندگی میلیون‌ها نفر رو تباه کرده. به دلیل اینکه امروزه افراد زیادی این موضوعات رو به آسونی تجربه می‌کنن و در معرض اونها قرار می‌گیرن، بیش از پیش شاهد تغییر در سیاست‌های اجتماعی هستیم. تو 5 سال گذشته شاهد موج اعتراضات و تغییرات سیاسی تو کشورهای در حال توسعه بودیم. از مصر و ترکیه تا برزیل و مکزیک میلیون ها انسان میتونن به سرعت به مسائل سیاسی بزرگ واکنش نشون بدن و از دولت های فاسد تغییر رو مطالبه کنن.
درسته که اکثرشون بی نتیجه میمونه، اما بعضی از اونها نتیجه یا حداقل موضوعات سیاسی رو تغییر میدن. اما غیر از سیاست، فناوری مزیت‌هایی برای روابط ما هم داشته. میگید نه؟ خب ما اولین نسلی هستیم که براحتی میتونیم با دوستای خودمون تو دوران ابتدایی، اردوها و دانشگاه در ارتباط باشیم. ما میتونیم به صورت مکرر با همدیگه در تماس باشیم. حالا به خوب و بدش کاری نداریم. اعلان جهانی رویدادهای مهم زندگی و موقعیت‌های استراری هیچ وقت به سهولت الان نبودن. الان دیگه مسافرت و روابط احساسی از راه دور آسان‌تر از هر زمان دیگه ایه. آدم میتونه ماه‌ها یا سال‌ها خارج از کشور باشه و اصلا احساس نکنه که از خونه و اتفاقاتش دور شده. درسته که فناوری نباید جایگزین تعاملات رو در رو و حضوری بشه، اما مطمئناً میتونه مکمل اون باشه. و البته اطلاعات زیادی در دسترس ما قرار دارن. با وجود تمام نکات منفی اقتصاد توجه، میشه به این موضوع اشاره کرد که تو هر لحظه به اطلاعات نامحدودی دسترسی دارید. تو گذشته برای تحقیق به کتابخونه میرفتیم. برای فهمیدن موجودی انبار فروشگاه‌ها باید باهاشون تماس میگرفتیم. قبلنا باید نقشه میخریدیم و 5 دقیقه رو صرف مطالعه اون میکردیم تا بفهمیم کجا میخوایم بریم. ما خیلی راحت فراموش کردیم که از اولش هدف از تمام این داستان‌ها چی بود؟ دسترسی به اطلاعات نامحدود و رایگان. الان این مزیت‌ها انقدر فراگیر شدن و عمومیت پیدا کردن که دیگه اصلا یادمون نمیاد زندگی بدون اونا چجوری بود. در نتیجه ارزیابی می‌کنیم که چقدر این فناوری‌ها بهمون آسیب می‌زنن و کمک‌هایی رو که بهمون می‌کنن دست کم می‌گیریم. بله، اقتصاد توجه با چالش‌های جدید اجتماعی مثل سرقت هویت، اخاذی مجازی و عوضی‌هایی که در حال رانندگی پیام میدن همراهه. اما بیاین تر و خشک رو با هم نسوزونیم. مشکل خود فناوری نیست. مشکل انتخاب ما در استفاده از فناوریه. آیا فناوری در خدمت ماست یا ما در خدمت اون هستیم؟ اینا چالش‌های جدیدی هستند که نسل جدید باید با اونا روبرو بشه. نیاکان ما باید یاد می‌گرفتن چطور با هدف پیشرفت زمان و انرژیشون رو تو جامعه کارگری به کار بگیرن. والدین ما باید بر مهارت حل مشکلات ذهنی چیره می‌شدن تا بتونن تو اقتصاد دانش محور پیشرفت کنن. حالا ما باید یاد بگیریم با افزایش تمرکز و خودآگاهی به درستی از اقتصاد توجه بهره ببریم. دسترسی نامحدود به اطلاعات فرصت‌های نامحدود خلق می‌کنه، اما فقط برای کسایی که می‌دونن چطور این اقتصاد جدید رو مدیریت کنن. تو اقتصاد جدید با ارزش‌ترین دارایی که می‌تونید تصاحب کنید ممکنه پول نباشه، ثروت نباشه، حتی ممکنه دانش نباشه، بلکه ممکنه تواناییتون در کنترل توجه و تمرکزتون باشه. چون تا زمانی که نتونید به طور خودآگاه توجهتون رو متمرکز کنید و موضوعات مختلف از اجناس پرزرق و برق گرفته تا سوتی‌ها رو رها کنید، تا زمانی که نتونید آگاهانه تصمیم بگیرید چه چیزی براتون ارزش داره و چه چیزی بی ارزشه، شما، من یا هیچ کس دیگه ای چیزی جز زباله‌های نامحدود نصیبمون نمیشه و این موضوع بهتر نمیشه و فقط روز به روز بدتر میشه. در آینده توجه شما فروخته میشه و احتمالاً تنها کسایی سرمایه دار خواهند بود که بتونن اونو کنترل کنن. خب حالا اگه به من اجازه مرخصی بدید برم چند تا ویدیوی خنده‌دار گربه ببینم.